خب سوالات، خیلی از سوالات از من شد سوالات جدی جدی، اینه که یه تخفیفی یه چونه ای باشه. امیدوارم تو این وقت بتونم سخنرانیم که آره. ببینید اول سر بذارید از بحث بیانیه آزادی شروع کنم که اینجا من به ترتیبی که اومده تاریخی میگم. بعضی را بعد چند تا سوال میشه یه جا جواب داد. بیانیه آزادی سند حزبی نیست، سند هیچ حزبی نیست. اونجایی که من میدونم یه سندیه داره دست به دست میگرده، از اونم دو ماه گذشته نزدیک 8000 تا امضا هم جمع کرده و تو ایران هم داره تولید میشه. شما ندیدید، حق هم دارید، چون هیچ کسی پرچمشو بالا نکرده بذاره رو میز. سند اتحاد احزاب به اون معنا نیست که سندی است که چپ اجتماعی رو جمع میکنه، چون اگه شما خواستاشو بخواید حتما ببینید بعد از این، نمیدونم کجا میشه پیداش کرد، چون میگم تو سایت احزاب نمیبینیدش. ولی این از سر بلند کرده و دست به دست میچرخه و امضا هم جمع کرده و همچنان هم داره بهش اضافه میشه و خواستاشو بخورید خیلی ها شبیه همون بیانیه کنفرانس استکهلم شما، خواستاشو میگم وارد تحلیل نشده، یه سند خیلی هاش هم شبیه منشوری هم که در ذهن ما دادیم شما امضا نکردید. این در هر حال به این معنا فکر کنم تا بهش گفت، ولی من فکر نمی‌کنم اون سند اتحاد یا نزدیکی، یه سند بیشتر نمایندگی کردن چپ اجتماعی و هرچی بیشتر بشه کل ما قوی میشیم تو جامعه. به نظر من این سند الان میگم نزدیک 7000 8000 تا هست، فکر کنم تا دو ماه دیگه میرسه به 10000 تا اگه این بشه سند چند صد هزار تایی که بالقوه میتونه بشه، اون موقع مثلا کل چپ تو جامعه تقویت شده و میره که نیروی هژمونیک بشه. اینا واسه این توضیح دادم. بذارید یه مسئله سر حالا به ترتیب نرم، یه مسئله سر استکهلم بود که هم رحمان تو اونجا صحبت کرد، سوال کرد و هم خیلی از جمعیت گفت. بذارید من تاریخچه‌شو بگم. درست رحمان درست میگه، ما در دیما جلسه اینترنتی دور هم جمع شدیم، اونجا صحبت شد، اونجایی که من یادم صحبت بود که احزاب و افراد، حتی اسم افرادی برده شد، من اینجا نمیبرم، مثل فلانی و فلانی مثلا جمع بشن، ما گفتیم احزاب و افراد دور هم ما با این پروژه نیستیم. یکی هم بحثمون اول این بود که هر تجمع و تشکلی باید حول یه سیاست معین یا یه فصل مشترک سیاسی باشه، مثل همین بیانیه‌ای که تو استوک دادن. اینو من بگم، من کنفرانس استوکهلم مثبت میدونم، تو پاسم اصلا پرسیدن، گفتم قدم مثبتی میدونن، میدونم ظاهرا بر اساس بحثی که الان متوجه میشم تو دیما ما داشتیم، اونم حول اون، واسه ما دعوتنامه نفرستادن رفقا، چون این کارا باید رسما باشه، کتبی باشه، فرستاده بشه. من خودم از استکهلم بعد از اینکه انجام شد خبر شدم و بیانیه‌اش رو خوندم، با همینطور رهبری حزب ما نمی‌دونستیم به خاطر بحثی که اون دوره بوده که احزاب و افراد بیان دور هم جمع بشن، ما گفتیم با این پروژه ما مخالف نیستیم، رفقا ما رو صدا نمی‌کنن. این اتفاق افتاده. بیانیه هم که داده شده من با 90% موافقم. اگه بودم لابد دو سه خالشو گفتم این برون ور بشه، غیر اگه منم دخالت میدادید بس بودم، به احتمال زیاد رفقا هم قانع میشدن. الان من ازن چند تا اشکال اینجوری داره، ولی کلا بیانیه پیشروی خوبه. ما هر نوع اینجور کنفرانس ها رو ما رو صدا کنید، صدا نکنید، مثبت میدونیم و فکر میکنیم قدم مثبتی رفقا برداشتن. اینم نظر من سره. حالا اگه استکهلم دومو داشتید ما رو هم حتما صدا کنید. کتبن ها کتبن نگید حمید یه جا تو با هم آبجو میخوردیم گفت من دوست ندارم، اونا قبول نیست. احتمالا فرانکفورت باشه، واقعا اینو فرانکفورت، آره دومی یا فرانکفورت بذاریم ما هم حتی هست. اما الان سوالای کمی جدیتری که مطرح شد، یه دوستی گفت کنم لقمان بود اسمش، اسمایی ممکنه من اشتباه بگیرم، گفت که چپ و راست تو آینده ایران چه جایی داشت تو صحبت همین. ببینید من بعد رفقای دیگه هم گفتن، رفیق که الان اونجا هستن تشریف دارن، گفتن که پست مدرنیسم تعریفش یه چیز دیگه است، پست مدرنیسم چه ربطی به شرط ایران داره، گفتن اینکه در کنفرانس استکهلم شرکت نمی‌کنی آیا نشانه سکتاریسم شما نیست، که کنفرانس استکهلم توضیح دادن. ولی در مورد پست مدرنیسم ببینید، پست مدرنیسم بله تو دیکشنری در تعریفی داره، همونطور که دموکراسی تو دیکشنری تعریفی داره، ولی از نظر سیاسی و واقعی این دموکراسی دیکشنری نیست. دموکراسی که الان ترامپ میگه هیچ ربطی به تعریف دموکراسی دیشه نداره، کاملا راسیستیه. اولا ناسیونالیستی شدید اول آمریکا، تو خود آمریکا هم اول سفیدپوست. اینو بهش میگن دموکراسی. الان آمریکا پرچمدار
و مهد دموکراسی ظاهرا دیگه. هی هم میگه ما خیلی لیبرالیم طرف دموکراسی، به قول شما مرد سفید بوز، چون ترامپ ضد زنه، داریم یا تو سیاست های امریکا ضد مهاجرین نه فقط از کشورهای اسلامی، مهاجرین مکزیکیه که بخش اعظم نیروی کار سخت در ایالات آمریکا رو اونا دارن انجام میدن، این به عنوان دشمن مردم بهشون اشاره میکنه. اینو بهش میگن پست مدرن. دوست عزیز این فلسفه پست مدرنیسم اینه، اینا نتیجه سیاسیشه. فکر کن مک فریدمنیسم تو اقتصاد، تاچریسم تو سیاست، ترامپیسم تو سیاست رو پست مدرنیسم، از نظر فلسفه سیاسی رو پست مدرنیسم سوار شد و پست مدرنیسم حاصل اون دو فاکتوری که گفتم، سلطه سرمایه به همه دنیا که دیگه احتیاجی به پرچم تمدن جهانی نداره، میگه هر کی سی خودش، و بازار آزاد و ریاضت کشی اقتصادی. اینا دو بود پست مدرنیسم و به نظرم کاملا مربوطه. من مفصل روی این نوشتم، اگه دوستمون علاقه داشته باشن میتونن بخونن، البته نقلی هم دارن لابد رو اون بگن، چون اینجا من خیلی فشرده وارد شدم. این سر این نکته دیگه ای که گفتن، لقمان پرسید که فرق چپ، حرف همین چپ و راست در ایران چه جایی داشت. من خواستم نشون بدم که تاریخاً چپ موقعیت استثنایی داره به عنوان مثبت کلمه نسبت به دهه 50 تو ایران، دهه 40 تو ایران، دهه سالهای 30 تو ایران، و راست برعکس نسبت به اون دوران موقعیت کاملا ضعیفی داره. دلایل اینو خواستم توضیح بدم، توی سطح شاید عمومی‌تر و استراتژیک‌تری. خب فرصت نیست تو 10 دقیقه 15 دقیقه وارد همه جنبا بشه. یه نکته دیگه مسئله ملیه که سوال کردن، گفتن چرا دست می‌ندازین. من مردم هیچ جا رو دست نمی‌ندازم، ولی احزاب ناسیونالیست رو دست می‌ندازم. احزاب ناسیونالیست به نظر من دست که هیچی، باید عمیقا نقد بشن. کسی که میاد میگه آینده ایران توش باید بلوچ، کرد، غیره و لکستان هر کدوم یه دولت به اصطلاح فدرالی داشته باشن، من میگم عزیز من این نسخه یوگسلاویزیه کردن ایرانه، به این معتقدم و مقابلش میستم. آیا شما شنیده بودی لکستان تا قبل از این کنفرانس کلنه دوستان؟ من نشنیده بودم. الان طوری شده که شما چرا لکستان رو دست انداختید؟ من کسایی دست میزنم که تو فراز جمع شدن و این گذاشت این نسخه رو میپیچن، نسخه همسایه کشی تو ایران رو دارن میپیچن. این نظر من. در مورد فدرالیسم که رفیق خصوص صحبت کرد، گفت چه اشکالی داره با سوئیس. اشکالش اینه دوستان، تو سوئیس، تو آمریکا، فدرال آلمان، وقتی فدرالیسم مطرح شد که ملل متفرقه که یک کشور نبودن دور هم جمع شدن. اگه ایالات متحده فدرالی نمیشد الان 3 تا آمریکا داشتیم، اگه آلمان فدرال نمیشد 8 تا آلمان داشتیم با 4 تا اس. بعد از امپراتوری پروس فدرالیسم آلمان یا سوئیس اگه نمیشد که 8 تا سوئیس داشتیم. یه دوره تو تاریخ فدرالیسم مترقی بود، برای اینکه مردم پراکنده باقی مانده از دوره فئودالی دور هم جمع میکرد، بهش میگفت یه ملت، و اگه فدرالیسم میگفت اینا دور هم جمع نمیشدن. الان برعکسه، فدرالیسم یه جامعه وجود داره مثل عراق بیچاره، مثل یوگسلاوی، مثل خود ایران، یهو یادشون افتاده که این کثیر المله است و هر ملی فدرال. خب این دنده عقب گرفته تو تاریخ دیگه، ملت وجود داره، بهش میگن جامعه ایران، بهش میگن یوگسلاوی. قبل از این قضیه شما مونتنگرو اصلا به گوشتون رسیده بود؟ میرن تاریخچه مونتنگرو رو بلند میکنن و قهرمان ملی واسش میتراشن و میشه یک کشور. تو ایران هم خیلی این کارو کنید، قهرمان ملی کرد و بلوچ و ترک و لک و غیره برن هوا برن و ایرانو متلاشی میکنید. نمیگم نیت اینه، ولی به اینجا منجر میشه مستقل از نیت ها. اگر شما ارزش‌های جهان شمول رو نذارید مبنای سیاستتون، میرسید به ناسیونالیسم، میرسید به رسیسم، میرسید به شوونیسم و مرسالا، میرسید به این چیزا که رسیدن و اینا دارن تو کل دور هم جمع میشن، نسخه میپیچن. من دستشون میذارم که هیچی مقابلشون میستم، اینا ضد مردمه. این بحث منه و همینا میرن به ترامپ دخیل میبندن. همینایی که کنفرانس استرو گذاشتن با اسم و رسم نشون بدی تو دالونای سنای آمریکا و اتحادیه اروپا میگردن دنبال جلب حمایت، از اون واسه اقوام ایران دست میزنه، از اون میره کنار فاشیستی ترین نماینده بورژوازی جهانی میسته. دوستان گفتن چرا گفتی تعاون انسانی؟ من نمیدونم، شاید چیز اشتباه لفظی بوده. من گفتم همه بحثم بود که تعاون بورژوازی امروز نشون بدم، تعاون انسانی که معنی نمیده اصلا توی چیزی در برابر اون ارزش‌های جهان شمول انسانی قرار می‌دهم، ولی اون تعفن بورژوازی که افتاده به این سیاست در حال منظورم این بوده. نمی‌دونم اگه
دوست اون میگن در کل بحث من اینو نشون میدم. سالت پرسید که اگه چپ و کمونیسم نجنبند، بذار اینجا به بحث وحدتم برسم. خیلی وضع بد و غیره قبول دارم، هیچ چیزی خود به خود به دست نمیاد. راست تمام اینا هم گفتم، بخش دوم صحبتم نیستم اونجا باز کنم. به این معنی نیست که راست شانس نداره، زمین به نفع ماست، به شرطی که کمونیست این شیبه به نفع خودشو ببینه، مارکیالیزه کنه، متعینش کنه، تبدیلش کنه به سیاست، نیرو جمع کنه. این کار نکنید راست میبره، چون بقیه چیزای دنیا با راسته. از تلویزیون بین‌المللی بگیرید تا دولت‌های اروپایی، تا اینکه سابقه داشتن حکومت کردن، تیمسار مهندس سپهبد سلشکرشون رو تو ترشی خوابوندن، مردم سر مردم سوار میکنن. معلومه اینطوریه، چپ هیچ وقت قدرت نبوده، ولی از عوضش چپ جامعه رو داره، یه چپ اجتماعی رو داره، یه مردم به فقان اومده رو داره که باید نمایندهش بشه. و اگه نشه نمیشه، اگر نجنبد من به این معنا میگم. ببین اینجا بزنید واسه بس اتحاد بشم، من گفتم رو اتحاد چی فکر میکنیم. من فکر میکنم ضعف چپ این نیست که متحد نیست. سوال عمیق‌تر کنید، چرا متحد نیست؟ آیا سکتاریسته؟ ترور شخصیت کرده؟ به این دلیل نیست. چپ متحد نیست چون سیاست ها، استراتژی ها، متد های مختلف داره و یه سیاست و یه خط و یه متد مختلف واقعی میتونه جنگو ببره. اگر حول اون جمع بشیم قدرتمون زیاد میشه، حول اون جمع نشیم اتحاد اون ما رو ضعیف‌تر میکنه. حتی ببینید این بحث وحدت شب یه نوع وحدت طلبی توده مردم توش هست که نباید دربست پذیرفت. شما موافق بودید که اقلیت و اکثریت متحد میموند؟ نه، هیچ کدوم موافق نبود، چون اکثریت داشت کل فدای اون میبرد زیر عبای خمینی، اقلیت به روز واشتاد باش نرفت. یه جای انشاء باید کرد برای تقویت چپ. یا حزب توده موافق بودید با احسان طوری و غیرشون میرفتید زیر چپ ضد آمریکا گری خمینی؟ خب اون حزب باید اتفاقی شاب میکرد، خط چپش باید میمر بیرون. میخوام بگم اینطوری نیست که چپ همیشه از طریق اتحادات جدا شه. وقتی لنین تزای آوریل آورد، اکثریت کمیته مرکزیش باش مخالف بود، ولی همون تزا به داخل انقلاب اکتبر رو برد. سیاستی که از اون تزا در اومد، نه اینکه همه دوره لنین اومد گفت بلشویک اس آر بیاد با هم جمع بشید، اینو نگفت، گفت طبق تزای آوریل باید کار کنیم، هر کی هست انقلاب میبرید. نکردن، خود بلشویک مون شد رهبر برد دیگه. من نمیگم امروز لنین و بلشویک نداریم متاسفانه، ولی این در این اصل تغییری داده نمیشه که سیاست میبره، اتحاد حول سیاست. ببینید یه بحثی که اون موقع بود که من گفتم ما مخالفت کردیم این بود که گویا از سر ضعف چپ بعد دور هم جمع میشیم. یه کنفرانس، یه پنل دیگه تو استکهلم بود، اگه یادتون باشه تو دی بهمن ماه که از طرف ما هم شرکت کردن، کاظم نیقا شرکت کرده بود، بحث تقریبا منفردی دیدن بودن. بحثشون اینه که چپ پراکنده است، چپ ضعیفه، کمر چپ شکسته. اتحاد از سری که ما تنهایی ضعیفیم، ما این فرمول قبول نداریم. اتحاد وقتی قوی میشه که همه بگن میتونیم. اثر ضعف نیست که دور هم جمع میشیم، اثر تقویت قدرت خودمونه که فقط این قدرت میتونه جامعه رو آزاد کنه. کسی که حزب ساخته شوخی نداره، به خاطر سکتاریسم نیست تو حزب خودمون هستیم، به خاطر که لابد فکر میکنیم حزب ما با متدش، با سیاستش، با تاکتیکش، با استراتژیش میتونه ببره. ما هم تو حزب، هر کی تو اون حزب، فصل مشترک داریم حتما، ولی این فصل مشترک رو تبدیل کنید به پلتفرم سیاسی. بیانیه استکهلم قبول دارم، بیانیه استکهلم بود، اگر قبل از استکهلم بیانیه رو واسه ما میفرستادن، ما لابد دو تا خال میگفتیم این اتفاقا سیاستی که ما داریم تو کردستان کار کردیم، داریم میکنیم اعتصاب کردستان، ولی این کار کردیم. قبلش بیانیه ما دادیم به اسم منشور انقلاب ایران واسه رفقا فرستادیم. سر کردستان بیانیه‌ای دادیم، گفتیم بیاد امضا کنید، قبل از که علنی بگیم گفتیم بیاد تسهیلاتتون رو، هیچ کس وفاق پاش نمیاد. فقط از کنفرانس استکهلم نیست، میخوام بگم ما ای که ظاهرا تو کنفرانس استکهلم درفتیم و قبول نداشتیم، بارها بیانیه‌ای دادیم که بیان حول این و رفقای نیومدن، امضا نه حتی نیومدن تسهیلش کردن، میگن حرف ما رو واردش کنید. تو کردستان اینطوری شد، سر منشور انقلاب هم اینطوری شد. در حال اینم بحث من سر اتحاد، میگن وقت کمه، تمومه. بله، اینم یک جمله دیگه بگم چون قضیه مهمه. رفیق رحمان جواب داد، ببینید اینکه ترور شخصیت انشاء میکنیم رو به هم اصلا میبینید، یکی از بزرگترین انشاءات رو تو زمان منصور حکمت از ما کرد، متمددانه ترین انشاء بود به اعتراف دوست و دشمن، جدایی بالاخره خیلی بهش میگن انشاء، جدایی کمونیستگاهگری بود از حزب کمونیست ایران. با احترام تمام، من و رحمان ببینید تو پولمیک خیلی تند حرف میزدیم، من جنگ سیاسیه،
ولی ما نه رفاقتمون کم شده، نه کنار هم نمیشیم، نه من اون رو توری شخصیت میکنم، نه اون این کارو میکنه. این سنتی که ما داشتیم، چپ کنه این سنت نداشت، بخدا رحمان چپ نبود اگه نداشت. ولی ما در من انتقاد از خودی در این زمینه ندارم. این شراب چندین بار تو از ما اتفاق افتاده، کسی نه تنها به کسی تیراندازی نکرده که اون خود تو کردستان میشد کرد، یعنی مسلح بودن، نه تا این اتفاق نیفتاد، بلکه همه گفتم متمدنانه ترین شکل جدایی بوده و امروز هم هست. و ما یکی نمیگیم فقط ما کمونیستیم، ما کمونیست اصلا اینجوری تعریف نمی کنیم. یا فوری به یکی که با ما مخالف بگیم خورده بورژوا یا بورژوا غیره. ما فکر میکنیم که هر کسی که نیتش چپ و کمونیستیه خوش